موج ساحل گفت امروز در ترکیب برای اولین بار بازی میکنه. موج ساحل و عدالت فراه از این لحظه بازی رو شروع میکنن، بازی که با قضاوت محمد اشرف حسینزاده برگزار شده. دو تیم تغییراتی که آوردن، ببینید چی این تغییرات چه کمک خواهد کرد برایشان و در تلاش رسیدن به توپ. محمد مقدم از جناح راست همچنان عبور میکنه از بازیکن حریف، فرصت هست و توپ در اختیار گلکیپر قرار گرفت. توپ را جمع کرد به خوبی از جناح چپ، حرکت برای ستاره های عدالت فراه، موقعیت دارن. این گونه توپ در اختیارشون قرار میگیره، این ضربه و گل، گل برای عدالت فراه. جاگیری مناسب، توپ سازی فوق العاده و کار را تمام میکنن. بالاخره ستاره تازه وارد تیم فوتبال عدالت فراه این گونه یک چرخشو توپ به گل بدل ساخت. این فرصت و گلکیپر که توپ را جمع میکنه. لیگ قهرمانان افغانستان با حمایت مالی انرژی وکتور برگزار شده که میدان سبز فدراسیون فوتبال افغانستان میزبان این دیدار هست. ورزشگاه 7000 نفری است فدراسیون فوتبال افغانستان. این موقعیت، فرصت برای عبدالعلی واحدی و گل، گل دوم برای عدالت فراه. این بار عبدالعلی واحدی هم گل به ثمر میرسانه. ببینین حالا فرصت دیگر برای ستاره های تیم فوتبال عدالت فراه. سمیع الله نادری ضربه ای که زد از دروازه فاصله داشت. محمد محمدی و محمد غازی امیری را از ترکیب کشید بیرون و جایشون بازیکن دیگر اضافه کرد. تیم فوتبال عدالت فرابا محمد مقدم پاس رسیده به شماره 17، این ضربه ای که زده میشه. عبدالعلی واحدی ارسال بلند، این فرصت، عبدالعلی واحدی، فرصت هست و گل، و گل برای عدالت فرا. چه بازی به نمایش گذاشت امروز تیم فوتبال عدالت فرا. میرسان ببینین ضربه سر از کمی عقبتر اگر برگردیم که با بازیکن حریف توپ برخورد. عدالت فرا همچنان فرهاد کریمی که گل زد. این فرصت هست برای ستاره های تیم فوتباله. موج ساحل و ضربه ای که بله هموطنان عزیز، ورزشکاران، ورزش دوستان، شما بخش جام بینید هستین. عدالت فراه 3-0 موج ساحل شکست داد. ششمین بازیشان بود که 4 باخت 1 مساوی، اولین پیروزی خودان دیروز جشن گرفتن. بازی خیلی دیدنی بود. چه خوب است که صحبت‌های را داشته باشیم. سمیع الله فضلی منیجر تیم عدالت فراه با ما هست. آقای فضلی صبح بخیر، خوش آمدین. اولین پیروزیتان در هفته ششم مبارک باد. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و احترامات تقدیم شما جمشید جان و کسانی که ما را از طریق تلویزیون جهانی آریانا بیننده است. صبح بخیر. بازی دیگه دیروز بازی ما بود، انشاءالله بخیر. 3 امتیاز بازی گرفتی دیگه، ببینیم که داینده 5 بازی با که مانده هم امون تو پیش بریم بخیر. بالاخره 5 باخت جبران کردین، ششمین بازی برد بود. خب طبعا بازی هایی که باختین تجربه گرفتین، میگه بعد از هر شکست یک پیروزی هست که واقعیت داره. 4 باخت 1 مساوی و 1 پیروزی، به این بازی هایی که واگذار کردین در کل چالش ها چی بود؟ مشکل عمده و اساسی در چی بود؟ شما هرچند که تیم خوبی هستین، بازیکن های جوان هم در ترکیب تیم شما هست. خوب فوتبال دیگه هر تیم روزای بدی داره، اما روزای بد ما دو اول شروع شد. فرصت های زیاد از دست دادیم دیگه، در روی کاغذ 3 امتیاز ما به تیم نگرفتیم دیگه. تیم عارف هم موقعیت هایی که بازنامه می آمد دیگه او صاحب توپ میشد، ما گل میخوردیم دیگه. اشتباهات بود دیگه، و اشتباهات انشالله حل شده بخیر. انشالله در بازی آینده قوی تر برمیگردیم. در نیم فصل نقل انتقالات هم صورت گرفته، فکر میکنم تغییر تبدیل بازیکن های جدید هم اضافه شده در ترکیب تیمتون. بله، خوشبختانه نقل انتقالات بگوییم. خوشبختانه در نیم فصل به هر تیم 3 بازیکن از طرف فدراسیون افغانستان گفت که میتونه گرفته اضافه کنه. باز ما 3 بازیکن در پوزیشن دروازه‌بان، یک دانه فوروارد و یک دانه مرکز در تیم اضافه کردیم که خوشبختانه دیروز
عرصه بازیکن در ترکیب بود و 3 امتیاز بازی را گرفتیم. آها، و بازی هایی که پیش روی دارین چی برنامه ریزی کردین؟ مربی شما با همکاری مربیتان و بازیکن ها پلان هایشان چی است؟ چون تجارب اونا هم نشان میده که ما باید چی کار بکنیم. حتما دیدگاه و نظریات بازیکن ها هم بر مربی قابل قدر از قابل ارزش است. بله دقیقا. خوب، هر تیمی که در میدان رقابت میای به خاطر 3 امتیاز دیگه، ما هم فعلا امو 4 باختی که کردیم دیگه با امتیازات زیاد ضرورت داریم. ان شاء الله بخیر در بازی آینده با یک برنامه منسجم بتانیم که پیروز میدان شویم، در بازی و 3 امتیاز بازی را کسب کنیم. بازی پیش روی در هفته ششم که بازم شما یک بازی هفتم در هفته هفتم از بازی در هفته هفتم همراه تیم ابو مسلم فرا که عدالت فرا هم از نماینده فرا است. خب دیگه فوتبال رقابت در میدان، امو تیمی که میای در میدان به خاطر 3 امتیاز، ما هم ان شاء الله کوشش می‌کنیم 3 امتیاز بازی هفته هفتم را بگیریم. بخیر. باقای افغان کدام ایراس رو ندارین؟ نه خدا نکرد. خب بازیکن خوبی است. گل هایی که به ثمر می چی کار باید بکنین؟ چی تکنیک تکتیکی که باید آقای افغان بتونین حداقلش هم گل هایی که به ثمر میرسونه جلوگیری بکنین؟ خب دیگه اما 6 هفته از بازی ها گذشته، دیگه ما هم در اون 6 هفته یک بازی های ابو مسلم، بازی هایی که باقی مانده و بازی ها رو آنالیز کردیم دیگه. ان شاء الله بخیر برنامه داریم. بخیر ان شاء الله که بتانیم که 3 امتیاز بازی رو بگیریم. تشکر سمیلا فضلی از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. این پیروزی بتونه یک سرنوشت خوب را بر شما رقم بزنه و بازی های بعدی همین گونه بدرخشین. تشکر از شما، تشکر از تلویزیون جهانی آریانا که با ما افتخار آفرید که امروز در برنامه صبح زندگی دعوت شویم. ان شاء الله بخیر، به امید از خدا مو تو با پیروزی ها پیش بریم. بخیر. بخیر باشه. سلامت باش. خوش آمدید. سپاس از شما هموطنای عزیز که بیننده صبح زندگی هستین. خدمات 2222 شما هموطنای عزیز میتونین که سوال ما را پاسخ درست داده و جایزه بگیرید. سوال امروز هم کدام ولایت افغانستان با داشتن نارنج بسیار مشهور است؟ شما میتونین جواب درست با 2222 ارسال بکنین و جایزه بگیرین. خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان بیسیم قابل تطبیق است. در حال حاضر وقفه، دوباره برمیگردیم. ادامه صبح زندگی با ما همراه باشید. We'll be right back.